میخوام آموزش برنز قهوه‌ای روی پلی‌استر رو بهشون خدمت بینندگان بدم که احتیاج به یه پلی‌استری داره که هر طرحی که خودشون دوست دارن. پلی‌استر به این رنگ هستش، وقتی که ما رنگ آمیزیشون میکنیم به طرح‌های مختلفی در میاد که البته این یه نوع برنز قهوه‌ای هستش. بله. احتیاج به رنگ اکرولیک طلایی داریم و رنگ اکرولیک قهوه‌ای. بله. حالا از هر مارکی باشه هیچ مشکلی نداره. اینم پلی‌استره؟ بله. پلی‌استر هستش ولی طوری رنگ‌آمیزی شده که بیشتر به توسی و سبز می‌خوره. این پلی‌استرهای خام رو از کجا میشه تهیه کرد؟ خانم میری جان؟ توی بازار، مغازه‌هایی که تو این کار هستن، همه طرحش هستش. مغازه خاصی نداره که میشه گفت مغازه خاصی هست، به این توی این کار فقط هستم، فقط همین حرفه رو فقط همین حرفه رو کار میکنم. بسیار خوب. ما ابتدا باید مقداری رنگ طلایی رو بریزیم. این رنگ‌آمیزی برنز قهوه‌ایمون دل بخواهیه، اگر هرچی طلاییشون رو بیشتر استفاده کنن برنزمون طلایی تر میشه، اگر میخوام برنزشون تیره تر باشه باید قهوه‌ای رو بیشتر کنن، که من اینجا مقداری هم قهوه‌ای ریختم. یعنی این که طلاییش بیشتره به دلیل اینکه این نه این طلاییش این فرق میکنه. بله، ما بعدش باید یه رنگ دیگه روی اینا بیاریم که تا اون بشه. ما این رنگ اکرولیک طلایی و قهوه‌ای رو با هم قاطی میکنیم، به این صورت در میاد. بله. که من الان مقداریش رو اینجا از قبل رنگ زدم ولی دوباره خدمتون اینی که درست کردیم الان رو رنگ میزنم به این صورت. البته این برنزی که من الان درست کردم تیره تر از قبلیه هست، من میخواستم بینندگان تفاوت کارو ببینن که اگر طلایی رو بیشتر استفاده کنن بله. به این رنگ در میاد روشن‌تر. بله، اگر طلاییشون کمتر باشه به این رنگ در میاد. ولی به هر حال رنگ غالب همون قهوه‌ایه دیگه. بله، رنگ غالب قهوه‌ایه. سلیقه‌ای باید طلاییشون رو کمتر یا بیشتر استفاده بکنن. بعد ما باید پلی‌استرشون رو تا زمانی تا اونجایی که میتونن رنگ بزنن که هیچ سفیدی از کارشون دیده نشه، یعنی این قسمت هایی که من الان رنگ خورده شما هیچ زمینه ای از اینو توش نمیبینید و وقتی که رنگ میزنن چون این خیسه، وقتی که رنگمون خیسه به این صورت براقیت داره، باید یه 5 دقیقه این طورا بهش فرصت بدن، وقتی که خوش میشه به صورت مات در میاد. بله. بعد از اینکه این مقدار رو رنگ زدن و خوش شد، با یه رنگی هست به اسم فینگر تاش. بله. این به رنگ‌های مختلف در بازار هست، طلایی‌های مختلف، نقره‌ای، مسی. باید این رنگو به صورت قلمویی میتونن هم استفاده کنن هم با نوک انگشتشون، برای همین به اسم فینگر تاش معروف هستش. اینو مقداریشو مثل در واقع کرم هم میمونه. بله. به نوک انگشتشون میزنن، به خاطر اینکه این الان مقدارش زیاده با انگشت دیگرشون اینطوری مقدارش رو کم میکنن رو انگشتاشون. ما در واقع میخواییم این طلاییایی که این روه رو باز ایجاد بکنیم، در واقع این کار رو میخواییم. بله بله. وقتی که اینو شدتشو گرفتن شروع کن خیلی آروم روی برجستگی های کارشون به این صورت میکشن. میشه همینطور حالا همه جاشو نزد هایلایت دیده بشه؟ بله، اینا همه دل بخواهی سلیقه هست. میتونن این وسط رو نزنن، فقط برجستگی هایی که این پایین هست رو استفاده کنن، نه میتونن برعکس کنن، فقط بیان اینجاها رو بزنن. بعد از اتمام این کار حتما رو کارشون کیلر بپاشن، چون با شستشو این میره تثبیت میشه. بله.